تشکر میکنم که صدای من رو به گوش ملت ایران به همینطور جهانیان میرسونید. آقای خواستر، سوال اولم در ارتباط با همین کمپین درخواست استعفای آقای خامنه ای و تغییر قانون اساسی است که شما به اتفاق 13 تن دیگر از فعالان سیاسی مدنی به راه انداختید و 2 بیانیه صادر شده تا کنون و استقبال بسیار خوبی هم شده. لطف کنید توضیحاتی رو در ارتباط با ادامه این کمپین و کارش، اهدافش و اینکه آیا ادامه خواهد داشت یا نه رو برای بینندگانمون بفرمایید. با درود به ملت قهرمان ایران، ملت قهرمان ایران، ما به خاطر شکستن فضای رو و وحشت، تمام دیکتاتورها یک فضای رو و وحشت به وجود بیارن که ملت وارد صحنه نشه برای حق خواهی، و ما استثنا نیستیم. و ما برای شکستن این فضای رو و وحشت 14 نفر با هم شدیم که چی؟ که آقای خامنه ای استعفا کن برو. این خواسته ما بود و قرار بود که طی یک بیانیه صادر بشه، اما یک بیانیه زمینه هم آمد، به دوم هم آمد که به جهانیان هم اعلام بشه آقا کل این سیستم، دولت، رهبری، اینا نماینده ما نیستن، حرفی میزنن جای میرن، هر کار میکنن، اینا نماینده ملت ایران نیستن. ببخشید من عذر میخوام که گفتم نماینده ما، نماینده ملت ایران نیستن. و از طرفی متاسفانه یک سری از احزاب و سازمان ها، من تاکید میکنم که یک سری از احزاب و سازمان ها از ملت ایران عقبتر هستن. ما خواستیم که با این نفرات ما که 14 نفر از داخل ایران میشیم نشون بدیم به جهانیان، به یک سری احزاب و سازمان ها که از ملت عقبتر هستن، که آقا با ملت هماهنگ بشید، خواسته های ملت این هست. نگاه کنید چه استقبالی کردن، یعنی ما میدونستیم که استقبالی بسیار شایان خواهند کرد، پس بنابراین در اینجا چی؟ این پیشبینی رو که میکردیم مطمئن بودیم که این احزاب و سازمان ها خودشون بالا خواهند کشید. من همینجا لازم است که یک نکته بگویم که وظیفه روشنفکر، وظیفه احزاب و سازمان ها چی هست؟ در یک شرایط دیکتاتوری وظیفه اینها این هست که اون افق دور رو نگاه کنن، ملت که بیان جلوتر باز اونها برن جلوتر، همینطور اونها برن جلوتر باز ملت بیاد جلوتر، که چی؟ که در آخر به دموکراسی برسیم. متاسفانه من البته ایرادی نمیگیرم، متاسفانه البته ایران انتقاد هست، یک سری احزاب و سازمان ها اون سطحشون رو اینقدر بیارن پایین که مثلا شنیدم که میخواستن بیانیه بدن که بعدش رهبری به صورت شورایی بشه. آقا این سیستم کل یه قانون اساسی اون تشکیلات باید بره، نه اینکه رهبری شورایی بشه. یا حتی مثلا بیانیه شنیدم یک عده از اصلاح طلبا و نمیدونم دیگران دادن که مذاکره به معنی تسلیم نیست. یعنی چی؟ یعنی عمر این جمهوری اسلامی رو میخوان زیاد کنن. این معنیش همین هست. ملت ایران بیش از 40 سال هست که این حاکمیت حکومت میکنه و فسادش، تجاوزش، ظلمش به عرش رسیده، تمام منطقه خاورمیانه رو گرفته که داره به کل جهان سرایت میکنه، اگر بگیم سرایت نکرده. بنابراین باید این سیستم و این قانون اساسی کلن چیکار بشه؟ محو بشه. و اما حالا که ما شخصا این به خصوص این برداشت داشتم، به این هدفمان رسیدیم، تقریبا وظیفه این 14 نفر به اتمام رسیده است، تمام شده است، مگر اینکه یک مورد خاص بیاد. مورد خاصش که من در نظر دارم تحریم انتخابات هست، که همین جا بگم که من اگر چه زنده باشم چه زندان باشم، قبلا حرف منو میگویم که در انتخابات هر کس که کاندید بشه، هر کس که بره سر صندوق رأی که خواسته باشه از اون صندوق رأی محافظت کنه و رأی مردم رو جمع آوری بکنه، من میگم خیانته. برای چه؟ برای که آقا ما بیش از 40 سال هست که زیر
سلطه استبداد سیاه قرار داریم. این مملکت بسیار عقب مونده. آقا اینقدر سرمایه های انسانی از بین رفته، سرمایه های مادی از بین رفته. ما خواسته باشیم بریم سر صندوق رای که باید عمر اینها رو زیاد کنیم. البته من مفصل در این مورد خواهم گفت، حرفش رو خواهم زد و شاید هم اصلا احتیاج به چهار نفر باشه نباشه، احتیاج به طیف بسیار گسترده باشه که اعلام کنه که انتخابات نه، همونطور که نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات، هر گونه انتخابات در جمهوری اسلامی، هر گونه، دقت کنید من میگم هر گونه انتخابات، چه رفراندوم باشه، چه انتخابات مجلس باشه، ریاست جمهوری باشه، فرق نمیکنه. برای چه؟ برای اینکه این سیستم هر انتخاباتی که برگزار کنه تقلب میکنه و اون چی که در دلش میخواد داخلش در میاره. بنابراین بنده چون که نمیدونم که آیا زنده خواهم بود، آیا زندان خواهم بود و ممکنه اون موقع حرفم رو نتونم بزنم، الان حرفم رو میزنم که هر گونه انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار کنه محکومه و کسی نباید بره سر صندوق رای. با تشکر. موضوع بعدی آقای خواستار حملاتی است که نسبت به شما و 13 تن دیگر از فعالان سیاسی مدنی که این کمپین رو به راه انداختند انجام میشه. حملات فیزیکی که اون مسائلی بود که در ارتباط با آقای سپهری انجام شد، اراذل اوباش مزاحمت هایی رو برای ایشون و خانوادهشون ایجاد کردند، ولی مسئله اصلی جنگ روانیه که علیه شماها به راه انداختند. لطف کنید و توضیحاتی رو در این ارتباط برای بینندگانمون بفرمایید. ملت قهرمان ایران، زمانی که اینها من بردن به بیمارستان روانی ابن سینا و به همت شما و تلاش شما که هیچ وقت من همت ملت ایران رو دوستان رو فراموش نمی کنم، مجبور شدن مرا آزاد کنن. روز آخر به سراغم آمدن، گفتن چون سازمان مجاهدین خلق از تو حمایت کرده و عکس تو رو بین عکس مسعود رجبی و خانم مریم رجبی گذاشته و در تظاهرات بسیار بسیار وسیع در اروپا و آمریکا داشته، تو باید بر علیه اونها بیانیه بده. اجازه بدید من در ابتدا به صورت بسیار خلاصه بگم، بسیار خلاصه که چیه بلاهای سر من در آوردن و چی بر اونها گذاشته، اون وقت از من میخوان که بر علیه اونها بیانیه بدم. ملت قهرمان ایران، اینها بارها منو به زندان فرستادن. در خود زندان به خاطر چند تا نامه باز محاکمه کردن، باز زندان در زندان. همینطور کسهای حقوق چندین بار. باز اومدن کل مسائل صوتی رو بردن، شماره موبایل و اینا همه رو بستن، هنوز هم که شده باز نکردن. حتی به اینجا رسوندن که از پسرم خواستن که شما پدرتون رو مدیریت کنید که پدر شما حرفی نزنه. دقت بکنید که پسر بچه آدم من مدیریت کنه که من حرف نزنم. بسیار خلاصه گفتم و باز اینها در تلگرام به صورت خصوصی مرتب به سراغم آمدن که اعصاب منو خورد بکردن، حرفای بسیار زشت و رکیب بی‌ناموسی می‌زدن که من البته فوراً برای دوستان میفرستادم این حاله. اما من دیدم که این روششون یک جنگ روانی هست که میخوان هدفشون هست که ما رو چیکار کنن، تخریب کنن. از طرفی دقت کنید، چرا دقت کنید، بریم در رابطه با سازمان مجاهدین خلق، تمام دنیا یک نفراتی که اگر مبارزه مسلحانه میکنن تلاش میکنن که بیان در چارچوب قانون اینها عمل کنن. قبلا هم گفتم نمونش همین طالبان در افغانستان هست که آمریکا تلاش میکنه به صورت یک حزب بیان در افغانستان چیکار کنه، فعالیت کنه. اما اینها از درون خود رژیم در آمد. آقای مهدی خزعلی گفت که در حزب جمهوری اسلامی در همون سالهای 58 اینها تصمیم گرفتن که سازمان مجاهدین خلق بادار به مبارزه مسلحانه کنن تا بتونن سرکوبش کنن. دقت کنید، و قبل از اون که اینها رو بادار به مبارزه مسلحانه کنن تعداد زیادی از اونها رو کشتن. هنوز که
شده، هنوز که شده افتخار میکنن که بله ما چادرشون رو در کجا در اون سالهای 58-59 آتیش دادیم، کتاب خونش رو آتیش دادیم، کپل و موتور رو انداختیم، نمیدونم چه کار کردیم از این حرفا. ملت قهرمان ایران، بله در این بین تعداد زیادی اونها کشته دادن، تعدادی هم از خود نظام جمهوری اسلامی کشته شد، در این هیچ شک نیست. ملت قهرمان ایران، سازمان مجاهدین خلق حق گفته یکی از بازجوهای همبندی آقای محمد میرسای از گذشتهم قوی‌تر شده، خودشون اقرار کردن به همون همبندی هم که من با سند و مدرک گفتم. خب اینها چرا از یک تشکیلاتی که روز به روز قوی‌تر بشه میترسن؟ اینها تنها از سازمان مجاهدین خلق نمیترسن. از الان برای شما میگم هر تشکیلاتی که اندک سازماندهی شده باشه از اون میترسن، از دراویش گل‌آبادی هم میترسن. چرا میترسن؟ آقای دکتر تاونده بیش از 90 سال 94 سال ایشون عمر دارن، از یاران دکتر مصدق هستن، از نهضت مقاومت ملی ایران که بعد از مصدق به وجود آمد به وسیله بازرگان و آیت الله طالقانی و آقای دکتر تاونده و اینها بر علیه دیکتاتوری شاه، از این تشکیلات میترسن. بنابراین به فکر افتادم که چیکار کنم که این دراویش گل‌آبادی رو سرکوب کنن. چرا؟ دیدن که یه نفر حقوقدار آزادی خواه در رأس هست، فردا ملت اندک جنبشی داشته باشن آقای دکتر تاونده ممکنه بگویه که دراویش گل‌آبادی بپیوندید با این ملت. دراویش گل‌آبادی 8 میلیون جمعیت دارن. شما نگاه کنید که اگر 10% اینها هم به ملت بپیوندن میشه 800,000 نفر. 800,000 نفر رقم کمی نیست. بنابراین نقشه کشیدن، آمدن در تهران در خونه ایشون که در خیابان گلستان هست چیکار کردن؟ اون فجایع رو به وجود آوردن، زدن، کوبیدن، کشتن آقای محمد سلاس را به بهانه اینکه راننده اتوبوس بود که نبود اعدام کردن و خانه در محاصره قرار دادن که الان من در جریان هستم که تمام مأمورین اطلاعات در اونجا هستن، نه دوستانشون، اونجا شده زندان ایشون. دیگه نمیتونه ایشون یک بیانیه بده بیرون که آقا چی بر ما میگذره، چه کار بکنید. از طرفی اون مأمورین اطلاعات چیکار میکنن؟ بیرون از طریق دوستای خودشون این دراویش گل‌آباد رو تلاش میکنن که شقه شقه کنن. برای چیه؟ برای که این حکومت های دیکتاتوری از یک دست بودن مردم میترسن، از اینکه متفرق باشن میتونن بر اینا حکومت کنن. بنابراین آقای دکتر تاونده زندانی کردن در خونشون که از دراویش گل‌آبادی راحت باشن و الان تعداد بسیار زیادی از اون دراویش گل‌آبادی از اون بهمن 96 در زندان هستن. ملت قهرمان ایران دقت کنید، اینها به دراویش گل‌آبادی هم تنها، به سازمان مجاهدین خلق هم تنها اکتفا نمی کنند. هر جا که اندک سازماندهی باشه به اهل تسنن که در تهران هستن احساس خطر میکنن. چرا؟ برای اینکه بیش از 1 میلیون اهل تسنن در تهران هستن. چرا به اینها اجازه نمیدن که یک مسجد ساخته بشه در حالی که در کنار دوقلوهایی که در آمریکا تخریب شد، به وسیله کی تخریب شد؟ به وسیله 19 نفر مسلمان سنی عربستانی و مصری. در کنار اونها آمریکا اجازه میده که مسجد بنا کنن، اما بیش از 1 میلیون مسلمان اهل تسنن در تهران وجود دارن، به اینها اجازه نمیدن که یک مسجد درست کنن. چرا؟ برای اینکه خب بیش از 1 میلیون هست، میترسن که در این مسجد 100,000 نفر، 10
که چیکار بشه؟ از این مولویاشون مولوی عبدالحمید یک جنبش در ایران صورت بگیره، از اینا بخواد که به مردم بپیوندن. از این وحشت دارن. پس بنابراین در اینجا به خاطر این مسئله به برادران اهل تسنن ما اجازه نمیدن که مسجد درست کنن. در همین مسجد ما، در همین مسجد مشهد ما، مسجد شیخ رو خراب کردن. چرا؟ برای اینکه اینا احساس خطر کردن که آقا مشهد شهر امام رضا هست و به اصطلاح همش رو شیعه هست، این سنی ها در اینجا نماز جمعه برگزار کنند و هم جمع بشن، از اون استقبالی که از امام جمعه مشهد میکنن بیشتر میشه و آبروریزی میشه و باز خطری هم متوجه این آقایان میشه. ملت قهرمان ایران، میبینید اینها با هر گونه سازماندهی چی مخالف هستن. مولانا شعر بسیار خوبی داره که میگه باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. ملت قهرمان ایران ترجمه این شعر 500 سال بعد ولتر استفاده کرد. میگم 500 سال بعد ولتر استفاده کرد. ولتر میگه که من حاضرم جانم را در راه عقیده تو بدهم که تو حرفت را بزنی اگرچه مخالف عقیده من باشم. میبینی در انقلاب کبیر فرانسه ولتر داشت این حرف بود که فرانسه را جز 5 قدرت جهانی کرد و در کنار آمریکا، انگلیس، نمیدونم آلمان جز کشورهای پیشرفته هست. بنابراین ملت قهرمان ایران، در اینجا من میگویم که این پارلمان آینده شما خواهد بود، این رئیس جمهور آینده شما در حکومت آزاد و دموکراتیک خواهد بود که اینها مجموعاً نمیگم ریاست جمهوری تنها، مجموعاً اجازه خواهند داد که کدوم حزب و سازمان فعالیت بکنه کی نکنه. برابر قانون، برابر قانون. ولی الان این آقایان پار سال گذشته در اردیبهشت آمدن تو باغم که با من به قول خوش مذاکره کنن، میگفت تا اسمی از نهضت آزادی میبردم، از جبهه ملی میبردم، میگفتم اونها آدمای شریفی هستن. خب من به اینا میگم اگه اونها آدمای شریفی هستن کجا دفتر حزبشون؟ کجا یک روزنامه مجله میتونن منتشر کنن؟ کجا میتونن 5 نفر 10 نفر یک شب دور هم جمع بشن؟ آقا همین آقای مهندس بنازنده همکار فرهنگی ما که معلم بود این رو ترور کردی در همین مشهد. ایشون از یک جلسه کوچه که میامده بیرون که تفسیر قرآن بوده این رو در کنار خیابان خفش میکنن، داخل شکمش الکل با سرنگ تزریق میکنن که بگوین که چی؟ اینقدر عرق خورده، مرز کرده که مرده. آقا شما دنیا قبول نداره، تروریستی، فاسد هستی. من یک نکته آخر بگویم بد نیست، چون اینا خیلی بسیار اعصاب من خورد کردن که به خصوصی من مرتب میان من اینا رو بلاک میکنم، بیرون میکنم، باز میان. ملت قهرمان ایران، به خدا قسم در حکومت آینده احتیاج نیست که اینها رو بفرستید زندان. اینها همین که در بین شما باشد به بیماری روانی دچار خواهند شد، خواهند مرد، خواهند فهمید که از چه سیستم فاسد و قاتل و کثیفی حمایت کردن. این احتیاج به تاریخ نیست. اینا موقعی که ملت به چشم دیگری نگاه بکنه که آقا شما جزی از این نظام بودید که از این نظام رو گذاشتید که بیش از 40 سال به این مملکت حکومت بکنه، این مملکت ما رو که به این روز انداختید شماها بودید. به جرأت بتونم بگم اینها به بیماری روانی دچار خواهند شد و خواهند مرد، اون وقت خواهند مرد، به مرگ طبیعی نخواهند مرد. این عقیدم هست. ببخشید. سوال بعدی من آقای خواستار مربوط میشه به اظهارات اخیر آقای روحانی، اظهارات بحران آفرین اخیر آقای روحانی در ارتباط با اینکه 16 تیر ماه یعنی 2 روز دیگه ایران از برجام میشه گفت خارج میشه، چون اون 2 بند برجام رو وقتی اجرا نکنه یعنی اینکه از برجام خارج شده. خب این اظهارات آقای روحانی واکنش‌های بین‌المللی زیادی رو داشت، بحران‌ها رو تشدید کرد. خواستم نظر شما رو در ارتباط با این گونه اظهارات بحران آفرین اون هم در این شرایط بسیار حساس بدونم.
ملت قهرمان ایران، کجای دنیا بمب اتم امنیت برای حکومت ها به وجود آورده؟ هر حکومتی باید ریشه در بین ملتش داشته باشه. آقای روحانی بر اساس انتخاباتی برگزار شده در آمده رو که الان حتی نماینده مجلس میگه آقا این شورای نگهبان برای تایید صلاحیت رشوه میگیره. شما فکرش بکنید که فساد به کجا رسیده. فرزندان این کشور احزاب و سازمان ها را اجازه فعالیت نمیدن. یک عده که میان بالا حرفایی میزنن که به دو پول نمیارزه. به فرض از کن ما فرض بکنیم که 10 تا بمب اتم داشته باشیم، میدونید چی میشه؟ اون وقتی اونا اراده بکنن چنان نقطه به نقطه ای از کشور رو بزنن، اون جایی که حرف میزنن بزنن که از این کشور هیچی نمونه. اینها حرفای بلوفهای بیخودی هست که میزنن. باید در کنار هر کشوری، در کنار جامعه جهانی، با همکاری با سازمان ملل، با همسایگانش، با جامعه جهانی چیکار کنه؟ ملت خودش ببره جلو. کشور ژاپن که قبلا با دنیا سر جنگ داشت، چین رو گرفت، کره رو گرفت، خیلی از کشورها رو گرفت، فایده کرد، یا حالا که با اقتصادش تمام دنیا رو گرفته. کشور آلمان که قبلا به رهبری هیتلر نصف دنیا رو گرفت، 55 میلیون کشته داد، آلمان رو ویران کرد، بهتر بود یا حالا که آلمان به این درجه از پیشرفت رسیده و با اقتصادش دنیا رو گرفته، کدومش بهتره؟ ولی ما چی داریم؟ هیچی نداریم. اینا باختن، این حکومت دیر وقت باختن. من ببخشید، بهتره در این آخر ها بدون تعارف داستان یک شیری که مولانا میگه بگویم. من آدم بی‌تربیتی نیستم. مولانا به قشنگی به خوبی میگه که یک شیری بود به این قرش میکرد و پر پر هم ازش خارج میشد. یه گرگ آمد گفت که تو چرا هم قرش میکنی هم پر پر ازت خارج میشه؟ گفت که اگه قرش نکنم این روباه میاد شکم منو پاره میکنه. وضعیت اینها هم همون وضعیت همون شیره شده که پیر شده به پر پر ازش شیر خارج میشد. این یه حقیقتی هست. ملت هم خوب خبر داره، جهانیان هم خبر دارم. آقای خسرو در آخر اگر مطلبی دیگه هست خواهش میکنم بفرمایید. من در پایان باید به ملت قهرمان ایران بگویم که ملت قهرمان ایران، ما مبارزین راه آزادی هیچ چیز از شما نمیخوام، هیچ انتظاری نداریم. ملت قهرمان ایران فقط یک انتظار داریم و اون این هست که ما از نفله شدن میترسیم. اینها دارن وسله های ناجور به تک تک ما میزنن و یا میخواهن بزنن ما رو خراب کنن. آقای سپهری میگوین که بله ایشون معتاده. یک نفری که با چاقو رفته که پول موادش بگیره. دقت کنید ببینید، یک مبارز که با اعتیاد و با مواد و با این تو چیزا مبارزه میکنه، این وصلش میکنن به چی؟ بنده رو بحث میکنم که بله هاشم خواستار رفته به طرف سلطنت طلب ها، اما من که بارها گفتم در اون رژیم هم مبارزه کردم با دیکتاتوری شاه، در حالا هم با دیکتاتوری شیخ مبارزه میکنم، هیچ عبایی هم ندارم، ترسی هم ندارم. این دیگه این از طرف من هم بیانیه میدم. ملت قهرمان ایران، حتی یک سری از دوستان از این سیستم میبرن. این یک امر کاملا طبیعی هست که حکومت‌هایی که بر باطل میرن مرتب ریزش دارن. امثال آقای نوریزاد، آقای معلوفر، آقای دکتر جعفری و و و. من میگم اینها رو جذب کنید، پشت سر اینها حرف نزنید. اینا حر زمان هستن. اینا که نیامدن فوری رئیس جمهور بشن، نخست وزیر بشن، نماینده مجلس بشن که باز شما ببینید ما میترسیم که باز مثل گذشته بشه. اینها آمدن به کمک ملت ایران، پس باید اینها رو جذب کرد، پشت سرشون حرف نگفت. بله.
خیلی متشکرم. آقای خواستار سپاسگزارم. درود بر شما. منم تشکر می‌کنم.